این امام زمان قضایی، این فراماسون رو، سر فراماسون رو بزرگ که جز در ذهنهاشون نیستش، توبه هیچ کسی رو قبول نمی کنه، به خصوص توبه اعراب رو. بعد 500 تا از اونا میاره گردنشون رو میزنه. ماشاءالله دولت ها چکار میکنه؟ همین دیگه. از ملت ایران چقدر کشتن؟ اینا عرب نبودن اینقدر کشتن. و تازه رسواتر از این و خامتر از این و گمراهتر از این مخالفان اینها هستند که به این مکتب و اون فراماسون و اون لوش وابسته اند، در این کشور و اون کشور، و اینها رو عرب میدونند، خامنه‌ای رو عرب میدونند، این رژیم و رژیم عربا میدونند. این که خیلی جالبه بابا، تفکر این مکتب، تفکر این آیین همش ضد عربی است. ولی خب اونا چون با پانیرانیستیشون و افراط در ملیگرایشون باعث میشه که اینها رو در خانه اعراب بندازند که بگند که بله ما با ضد عربی. در صورتی که تفکر رافضیگری درست در قالب زردشتیه و صهیونیسم افتاده بر ضد عربی، اینه کسی میخواد ضد عرب باشه، رافضیگری کافیه، بلکه پشتوانه دینی بهش میده. این هم تاریخ ما بعد از ظهور، صفحه 571 مال محمد صدر، جنایتکار بزرگ. بعد علنن میگه مهدی یا مهدی، هر دو درسته، تابع حج و سنت پیغمبر نیست، تابع رفتار علی نیست. چرا؟ اونها با نرمش و سیاست با مردم رفتار کردند. الگو بودن پیغمبر کمر همه اینها رو شکسته، بلکه قرآن کتاب مسلمان هاست و فرموده که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه نیک شما و پیغمبر خداست، بقیه همه در دایره پیروی از او. این آقا میگه نه، او خودش مأمور قتل نابودیه. عجب مأموره نه؟ چرا من میگم که کسی که امامت را بفهمه میدونه که ختم نبوت را قبول نداره؟ هیچ آخوند امامتراشی که بدون امامت یعنی چی مسلمان نیست، یک، و در واقع هم ختم نبوت قبول نداره. شما از یک آخوند سوال کنید آیا بدون امامت دین کامل، میگه نه. کفر صریح هم همینه، زلالت هم همینه، خروج از دین همینه، ارتداد همینه. دین خاتم النبیین محمده، نه علی نه غیر علی.